بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و عرض خوش آمدید به برنامه خودتون، یعنی آموزش زبان قرآن. درس امروزمون دنباله سلسله دروسی هست که از کتاب العربی تو بین یدک تقدیمتون کردیم. رسیدیم به هشتمین درس از کتاب و دوازدهمین درس در سلسله دروسمون. در این درس ادامه درسی که در جلسه قبل در رابطه با اسره یا خانواده یا خویشاوندان مطرح کردیم خواهد بود. در اینجا بیشتر در این درس بیشتر تکرار کلمات یاد گرفته شده در جلسه قبل رو روبرو خواهید شد و این تکرار به قصد این هست که هم گوشتون آشنا بشه با گرفتن الفاظ و تداعی معانی و در عین حال مفاهیم و معانی که در جلسه قبل گرفتید هم بتونه جا بیفته و به طور یک مهارت براتون در ذهنتون تثبیت بشه. میاییم درس هشتم رو میشنویم و در این حال که میشنوید سعی کنید که تکرار هم بکنید و تصویری که جلوتون هست رو هم در مقابل خودتون داشته باشید، به این معنا که باید هر موقع که چیزی رو شنیدی تصویرش رو هم در ذهنتون تداعی کنید. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الثامن المفردات انظر واستمع وأعد صورة أسرة تكرار كنيد والد أعيد يعني تكرار كنيد والدة جد جدة ابن ابنة عم أولاد شجرة مسجد مصلى غرفة أذان الفجر القرآن معطف نظارة حمام يتوضأ يقرأ يصلي معلمة التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. این درس رو مثل شبیه این درس رو در جلسات قبل هم گذاشتیم ازش، یعنی اینکه شما باید اون چه که میشنوید رو تشخیص بدید که مراد از گفته چی هست و بر اساس فهمی که گرفتید انتخاب کنید کدوم تصویر مطابق است با کلمات یا با جمله هایی که شنیدید. این نوع تطابق بین شنیدن و دیدن هست و گزینه هایی که در بین جلوتون هست در هر زمینه دو گزینه هست. شما گزینه معینی که در ضمن هر جمله وجود داره اون رو باید علامت بزنید. البته در بخش اول 6 تا گزینه هست که در باز با خوندن تشخیص خواهید داد که کدوم یکی از اونها مطابقت داره با اونچه که گفته میشه. بذاری تا بخونه تا بیشتر بتونیم تشخیص بدید. در دومی هم این موضوع وجود داره، فقط باید اشاره کنید. اینجا علامت زدن هست، در دوم باید اشاره کنید به سمت گزینه ای که مطابق هست با اونچه که خونده میشه. فقط دقت کنید در شنیدن که فهمتون مطابق باشه با یعنی درست باشه تا بشه تشخیص بدید که با کدوم تصویر مرادش هست. با هم میشنویم. اولا والده، ثانیا مسجد،
ثالثا ابن، رابعا نظارة، خامسا يصلي، سادسا جد. التدريب الثاني، أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. يصلي، غرفة، معلمة، شجرة. الوحدة الثانية، الأسرة. الدرس الثامن. خب دقت کردید که این اینجا دقیقا هر کلمه یا هر واژه‌ای با یک عکس معینی تطابق داشت و اون کلمه رو باید شما اشاره بهش میکردید که آیا با کدوم یکی از این عکس ها مطابقت داره. این رو به هر اندازه سرعت عملتون در گیرایی بیشتر باشه به اون اندازه سریعتر میتونید به مطلب مورد نظر اشاره کنید. درسی که به دنباله یا در خاتمه این حصه ما داریم، در خاتمه این بخش آموزش زبان عربی خواهیم داشت، دنباله این فصل هست که اعداد 6 تا 10 رو آموزش میده با ترتیب. الدرس الثامن، مفردات اضافية. انظر واستمع وأعد. 6، 7، 8، 9، 10. بله، این اعداد رو ما از الوحدة الثانية از 1 تا 10 الأسرة ما قبلا 1 تا 5 قبلا خوندیم، از 5 تا 10 هم اینجا آورد. ان شاء الله که شما این 10 تا عدد رو تا به حال یاد گرفته باشید و با تکرار کنید از اول. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. و سعی کنید که با نوشتن عدد روی برگه ای عددهای مختلفی که ترتیب درش رعایت نشه، با تقدیم و تأخیر وجود داشته باشه، بتونید این تمرین رو تطبیق بدید و این مهارت رو در خودتون پدید بیارید. بر اندازه بیشتر تکرار کنید این واژه ها بیشتر جا میفته و فراموش انشاءالله نخواهید کرد. در بحث استفهامیش هم گفتیم که وقتی که میخواید از عدد بپرسید باید واژه کم رو به کار ببرید، که باز در درس های بعدی هم این موضوع خواهد اومد. و در جلسات قبل ما گفتیم که در زبان عربی واژه‌ای که معادل با فعل داشتن باشه رو با حرف جر اضافه شده به یکی از ضمایر متصل تعبیر میکنن، یعنی من دارم با لی تعبیر میشه، شما دارید با لکه هست، کم کتابن لکه، چند کتاب شما داری، به این صورت تعبیر میشه، کم کتابن چند کتاب لکه شما دارید، و کم کتابن لهو، چند تا کتاب ایشون داره. این هم باز هم لهو، لکه، لی، لنا، به همین صورت میتونید این معادل فعل داشتن رو صرفش نمیگم ولی به گونه های مختلف صرفی به کار ببرید، چون که این با حرف جر و ضمیر متصل مجرور استفاده میشه. این اصطلاحات شاید براتون مقداری سنگین باشه ولی انشاءالله به مرور زمان جا خواهد افتاد. واژه ای که در اینجا به آورده و شاید جدید باشه واژه رتب هست. رتب، یرتب. رتب یعنی مرتب کن، یعنی عددهایی که آوردیم در تمرین، میگه این عددها رو ترتیب بده.
رتب ماضیش هست، مضارعش میشه یرتب. و واژه دیگری که در اینجا وجود داره الذی هست. الذی معنای که یا کسی که، هم به عنوان یک حرف به جای حرف وصل به کار برده میشه، حرف وصلی که معادل که در فارسی هست، و هم به معنای کسی که در اول جمله اومد، به معنای کسی که هست. الذین یاکلون الربا، آن کسانی که ربا میخورند، یا الذان، الذین، به همین صورت اللاتی مؤنث میشه، که این صیغه‌های مختلفی رو ان شاءالله خواهیم خوند. و در اگر در وسط جمله بیاد فقط به جاش که فارسی به کار گرفته میشه، اگرچه در فارسی که در صورت‌های مختلف مذکر و مؤنث جمع مفرد همش برابر هست، ولی در عربی باید مطابقت وجود داشته باشه. تسمعه، این فعل هم شاید قبلا شنیدید ولی مضاف بر خامیات، یعنی که میشنید اون رو. یشیر الیه یعنی اشاره میکنه به این. این افعالی بود که در این درس شما خوندید. چون چند دقیقه باقی مونده از این کلاسمون، درسی رو از نحو الواضح آوردم که فعل مضارع رو براتون تعریف میکنه. این درس رو هم یک نگاهی میندازیم تا با چند تا فعل و جمله جدید آشنا بشیم. 8 تا جمله آورده برامون. جمله اول آورده اغسل یدیه، اغسل یدیه، میشورم دستامو. یدیه، ید یک دست هست، یدان دو دست هست، و با اضافه شدن یا متکلم میشه یدایه، بعد میشه یدیه به خاطر اینکه منصوب هست. اغسل یدیه، دو دست خودم رو میشورم. البس ثیابی، میپوشم لباس خودم رو، یعنی لباس خودم رو میپوشم. نلعب بالکره، بازی میکنیم با توپ. گفت اینا همشون ببینید با فعل جمله شروع میشه. در فارسی ما جمله شروع شده با فعل نداریم، باید فعل رو در آخر جمله بیاریم. نمشی فی الحقول، در مزارع. حقل معنی مزرعه هست، حقول جمعش میشه. قدم میزنیم در مزارع، در مزرعه ها. ینبح الکلب، کلب معنی سگ هست، سگ صدا میده. ینتبه الحارس، نگهبان متوجه میشه. ینتبه، بله، ینتبه الحارس، انتبه ینتبه. تأکل البنت، دختر میخوره. تذبل الورد، پژمرده میشه گل. تذبل به معنای پژمرده میشه. دقت کنید در تمام این افعالی که مضارع هست، در متکلمش اغسل و اولش همزه اومده، غسله تبدیل شده به اغسل و غسله ماضی هست. اغسل و من میشورم، البس و من میپوشم، جمعش میشه نلبس یا نلعب، باورده مضارعشو. نمیشی باز هم جمع میشه. دقت کنید برای متکلم یک همزه میاد، و برای متکلم مفرد در اول فعل ماضی، و برای متکلم جمع نلعب و نون میاد. برای فرد ثالث یا غائب ینبحو میاد، یه میاد اول فعل ماضی، نبحه میشه ینبحو، و ینتبهو بازم یه اومده. یا برای مؤنث یا مخاطب میشه تی میاد تأکلو، یا برای مؤنث تذبلو، یعنی پژمرده میشه. این حروف چهارگانه همزه تا یا نون که مجموعاً بهش میگن حروف اتین، بهش گفته میشه حروف مضارع. وجود این چهار تا حرف در اول فعل دلیل بر این هست که این افعال افعال مضارع هستن. اغسل و مضارع متکلم هست. البس و میپوشم من، بازم مضارع متکلم هست. نلعب و بازی میکنیم، و نمشی باز هم قدم میزنیم، این هم فعل مضارع متکلم هست چون نون داره اولش. ینبهو و ینتبهو، این دوتا یا داره اولش، صیغه غائب مذکر رو تشکیل میده، باز هم مضارع هست. و تأکلو و تذبلو، هر دوتاشون به خاطر اینکه تا داره، باز هم صیغه مضارع هست، ولی تأکلو
برای مؤنث هست و تزولو هم مؤنثه، ولی میتونه عیناً تأکلو برای مخاطب هم به کار گرفته بشه. این چهار تا حرف رو بهش میگن حروف مضارعه. این مختصری بود از اونچه که در شناخت فعل مضارع باید بگیریم که در درس نحو الواضح این مطلب رو در خلال این نمونه مثال ها آورده. انشاءالله که بتونید باز درس ها رو از سایت نور تیوی دریافت کنید و با تکرار دروس خودتون بیشتر بتونید مطالب رو جا بندازید و مهارت زبانی خودتون رو پدید بیارید. اون کسی که مؤثر است در یادگیری بیشتر خودتون هستید، رغبتتون و فعالیتتون و در این حال توکل به پروردگار خودتون. همه شما رو به رب ذوالجلال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.